به سوی تمدن بزرگ نگارش توسط محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران قسمت چهارم بحران تمدن ضرورت تغییر نظام اقتصادی موجود جهان واقعیتی است که از دیدگاه تئوری توسط همه سازمان های صلاحیت دار بین و بسیاری از مقامات جهان صنعتی مورد تأیید قرار گرفته است. تعداد کتابها ها و ها پژوهش ها مقاله ها و متون کنفرانس ها که در این باره چه از طرف سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته بدان چه از جانب مراکز پژوهشی ملی و بین المللی و همچنین کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی و استادان دانشگاه ها و چه توسط وسایل ارتباط جمعی جهان غرب در سالهای اخیر به چاپ رسیده است آنقدر زیاد است که مجموعه آنها یکی از مهمترین آرشیف های عصر حاضر را تشکیل می دهد. اگر به نتیجه گیری های اکثریت قریب به اتفاق این بررسی ها توجه کنیم باید به حل سریع مسئله که درباره پاسخ آن بدین اندازه اتفاق نظر وجود دارد اطمینان داشته باشیم. با این همه می بینیم که این توافق زبانی تا کنون در میدان عمل جز نتیجه بسیار محدود نداشته است و با روند فعلی کارها امید زیادی به خارج شدن وضع از این بنبست در آینده نیز نمیتوان داشت. علت اصلی این اشکال را باید در وضع اجتماعی و اقتصادی ناسالمی جست که امروزه بسیاری از جوامع پیشرفته اسیر آنند و اگر این جوامع نمی توانند در تعدیل این نابسامانی با قاطعیت لازم اقدام کنند به خاطر این است که روحیه حاکم بر آنها غالبا فقط روحیه حفظ تنعم و رفاه افراطی موجود و عدم آمادگی افراد برای گذشته از منافع خصوصی و شخصی در برابر مسائل اجتماعی است. نویسنده سرشناس فرانسوی ریموند آرون این وضع را در کتاب خودش به نام شکوفایی بر اروپای منحط که اخیرا انتشار یافته است چنین توصیف می کند. روش بسیاری از مردم ما در برابر اجتماع خود این است که از آن همه چیز را بخواهند ولی بدان هیچ چیز ندهند یا لاعقل هیچ چیزی را ندهند که بتوانند آنان را از لذتهای ناچیز محروم کنند و مستلزم فداکاری و گذشت باشد. سازمان های دست جمعی یا سنفی که دائما توقعاتشان در میدان بزرگ با تظاهرات پرسر و صدا تنین است، توجه به هیچ چیز را جز تحصیل منافع آنی و کوتاه مدت کسانی که به دانها رای داده اند ضروری نمی دانند. بدین ترتیب تمدن لذت طلبی با فاصله گرفتن روزافزون از آینده نگری و یا بیعلاقهی به هر چیز به جز نفع امروز حکم محکومیت خود به زوال را امضا کرده است. اشکال اینجاست که غالبا به علت توفق اقتصادی و تکنولوژی جهان صنعتی زیانهای ناشی از این اقتصادهای ناسالم به حساب جوامع دیگر جهان پرداخت می شود. در تحلیل جالبی از این وضع صاحب نظر معاصر دیگر فرانسوی روژ گارودی که قبلا از او نقل قول کردم می نویسد جوامع صنعتی حاضر به صرف نظر کردن از منافعی نیستند که به دانان اجازه می دهد مانند دوران استعماری جوامع دیگر را از یک طرف به عنوان انبار ذخیره کارگر ارزان قیمت برای شرکت های چند ملیتی و در این حال به عنوان تهیه کننده مواد اولیه ارزان و از طرف دیگر به عنوان مشتریان عالی برای خرید تورم ناشی از اقتصاد ناسالم آنها که بسیار کریمانه تر از تکنولوژی آنان صادر می شود مورد بهره برداری قرار دهند. این روال اجتماعی نامطلوب در عین حال زمینه را برای افزایش قدرت عوامل دیگری که باز هم بیشتر باعث عدم سلامت وضع اقتصادی جوامع غنی صنعتی و در نتیجه عدم سلامت اقتصاد جهانی میشوند فراهم می سازد یکی از این عوامل نفوذ کارتل های اقتصادی نیرومندی است که غالبا حکم دولتی را در دولت دارند و برای توسعه منافع خود حد و مرزی نمیشناسند. در این باره تا کنون بررسی های فراوان شده و کتاب ها و گزارش های بسیار انتشار یافته و سخنرانی های متعددی ایراد شده است که یکی از تازه آنها سخنان اخیر پرزیدنت کارتر در مورد کوشش های کارتل نفتی برای جلوگیری از تصویب برنامه صرفه انرژی دولت آمریکاست. یک مظهر دیگر این سلطه منافع شرکت های اقتصادی بر سیاست جهان غرب وجود شرکت های معروف چند ملیتی است که فعالیت آنها اساسا حاکمیت ملی دولت ها را به طور روزافزونی تهدید می کند. طبق پیش های مختلف این شرکت ها در چند سال آینده در حدود سی درصد تولید تمام جهان غیر از بلوک شرق را به خود اختصاص خواهند داد. و شبکه اطلاعاتی خود را خواهند داشت که از کنترل دولت ها خارج خواهد بود. جالبین است که در این میان مدافعان واقعی سلامت اقتصاد جوامع سنتی را در اردوگاه دوستان بیغرز آنان می یافت و نه در اردوی خودشان. هشدار بزرگ درباره لزوم خودداری از هدر دادن ماده اصیل و نجیب و پایان یافتنی نفت برای مصرف زندگی روزمره و اختصاص آن به مصارفی با ارزشتر و کوشش در پیدا کردن جانشینی برای این ماده حیاتی نخستین بار توسط خود من داده شد و می بینیم که اکنون زمامداران مسئول جهان غرب آنچه را که من چهار سال پیش از این در این باره گفتم کلمه به کلمه تکرار می هشدارها و تذکرات مکرر من و دیگران درباره لزوم تعدیل نابسامانی اقتصادی جهان صنعتی نیز که به خاطر دفاع از مصالح واقعی این جوامع و دفاع از سلامت اقتصاد جهانی صورت گرفته و میگیرد باز از جانب دوستان واقعی آنان میآید من این هشدارها را غالبا در زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم به جوامع پیشرفته غرب دادم. درست به همین جهت که به سلامت و قدرت آنها علاقمند هستم نه آنکه خواهان سقوطشان باشم زیرا منطق ما همواره این است که باید دست در دست یکدیگر برای نجات جهان خودمان بکوشیم نه آنکه بر جدایی ها و ستیز جویی ها بیافزاییم ما پیوسته اعلام کرده ایم که مطلقا خواهان سقوط جهان سنتی نیستیم زیرا خود ما روز به روز بیشتر به این جهان تعلق میابیم و با سقوط آن ما نیز از میان خواهیم رفت با تأسف شاهد آن هستیم که بارها این تذکر ما شاید به خاطر مسئولیت هایی که قبول آن ایجاب می کند نادیده گرفته شده است. راه آینده پس از توضیحاتی که درباره وضع جهان امروز و فردا و عوامل مثبت و منفی حاکم بر آن دادم، اینک موقع آن است که از این توضیحات نتیجه گیری کنم. همه این تحلیل و تجزیه ها در این واقعیت خلاصه می شود که جامعه جهانی امروز ما وارث بسیاری از شرایط تبیزامیز و غیرعادلانه مادی و اجتماعی گذشته است که ادامه آنها نه با شرافت و اصالت بشری سازگار است و نه با نیازهای حیاتی و الزامی جامعه کنونی جهان تطابق دارد. استقرار چنین وضعی دنیای ما را دستخوش نابسامانی ها و آشفتگی های ژرفی کرده باعث شده است که جامعه جهانی درست در شرایطی که پیشرفت دانش و تکنولوژی میتواند این جامعه را از بالاترین حد رفاه و ترقی تمام تاریخ بشری برخوردار سازد خود را با خطر دو دستگی همه ای که امکان بالقوه نابودی جامعه انسانی و همه دستاوردهای آن را در پی دارد مواجه بیند و حتی در غیر این فرض نیز سنگینی محرومیت ها و رنج ها زندگی را برای قسمت اعظم از مردم این جامعه به صورت غیر قابل تحمل درآورد. برای حل این مشکل اساسی جامعه بشری ضروری است که نظام موجود اقتصاد جهانی که اجزای مختلف آن حاصل سوابق گوناگون و غالبا ناهماهنگ گذشته و بی ها و تبعیز های فراوان است با توجه به الزامات و نیازهای جهان نوین تعدیل گردد و به صورتی صحیحتر در راه تأمین شرایط اجتماعی و اقتصادی آدلانه تر و منصفانه تری برای همه جوامع به کار گرفته شود. از چون این دیدگاهی ضروری است آن موازینی که بنوان حقوق مسلم و انکارناپذیر در داخل کشورها، و جوامع مورد قبول و رعایت است در صحنه جهانی نیز به همان اندازه مورد قبول و رعایت قرار گیرد نه آنکه طبق یک مسئله معروف اروپایی آنچه در آن سوی پیرنه حقیقت است در این سوی آن خلاف باشد چنانکه در آغاز این فصل اشاره کردم وضع جامعه جهانی از نظر منطقی تصویری از وضعی است که در داخل یک جامعه وجود دارد و موقعیت ملت‌های غنی و فقیر نیز در سطح جهانی مشابه موقعیت طبقات مختلف در داخل یک کشور است اگر آدمی در همه جای دنیا آدمی است و اگر طبق تمام موازین اخلاقی و منطقی و طبق منشور سازمان جهانی ملل حقوق انسانی برای همه افراد از هر نژاد و هر جنس و هر ملت یکسان است در این صورت نحوه مقررات و اصول بنیادی حاکم بر سرنوشت آنها نیز باید یکسان باشد ولو آنکه سایر مقررات و ضوابط به اقتضای روحیات و شرایط خاص ملی با یکدیگر تفاوت داشته باشد بارها خود را با این پرسش بیپاسخ روبرو میابم که آینده دنیای ما چه خواهد بود؟ آیا کوتح نظری و خودخواهی ما سرانجام این تمدن درخشان غنی و زیبا را که نسلهای بیشمار بشری با کوشش و تلاش پیگیر با شهامت و پایداری با ایمان و فداکاری با آرمانها و اندیشه های بزرگ با دانش و خلاقیت با امید و اعتماد قدم به قدم ساخته و پرداخته اند به دست ویرانی خواهد سپرد آیا جهان انسانی همچنان راه خود را به سوی کمال ادامه خواهد داد یا با همه دستاوردها و آفریده های خیش به دست خیش نابود خواهد شد آیا بالاخره عقل و منطق به نمایندگی نبوغ و اصالت انسانی رهبر سرنوشت ما خواهد بود یا بالعکس نیروهای مهار نشده قرایز و امیالی که امروزه با قدرت موحش سلاحهای ویرانگر نیز مجهز شده اند جامعه انسانی را با برپا کردن یک جهنم اتمی و یا با خراب کردن بنیادهای استوار دیرینه آن یک سر نابود خواهند کرد. یا لاقل به دوران توحش باز خواهند گرداند. آیا از دیدگاه فلسفی و فکری ایران کوهن که شاید عالی ترین جلوگاه این معمای بزرگ سرنوشته است در مرحله نهایی پیروزی با فروغ ایزدی یا با تاریکی اهریمنی خواهد بود؟ بگذارید مانند همه نیکندیشان و همه واقع بینان جهان همه آنهایی که به بقای جامعه بشری و تمدنی که این جامعه آفریده است پایبندند آرزو کنیم که دنیای آینده دنیای همزیستی و همکاری زندگی بخش همه ملت‌ها و همه مردمان باشد دنیایی باشد که در آن همه با هم کار کنند و نیروهای مشترک را در راه تحقق هدفهای مشترک به کار برند دنیایی که در آن خورد حسابها، خودخواهیها، پیشداوریها، قرایز مهار نشده و کوتاه‌بینی‌های خطرناک جای خود را به تفاهم، جهانبینی، نگری و غیره داده باشند. دنیایی که در آن روح ادالت طلبی و احترام به شرافت انسانی مورد قبول و احترام همه زادگان بشر باشد. دنیایی که منابع خداداد آن، با توجه به منافع و حقوق مشروع همه جامعه بشری بهره برداری شوند و به صورت عادلانه تر توضیح کردند تا حاصل آن از میان رفتن فقر و جهل و بیماری و گرسنگی و تبعیضات گوناگون باشد و صلح و ثبات چون این جهانی زامن اعتلاع بشر به سوی آیندهی باشد که گذشته پرتلاش، پر از فداکاری و شهامت او را شایسته آن ساخته است. برای دنیای پیشرفته ما توجه اساسی بدین گفته معروف کانت ضروری است که انسان وسیله نیست بلکه هدف است. باید همه ما این احساس را داشته باشیم که جامعه بشری برای آن ساخته نشده است که در آن آدمین در خدمت اقتصاد باشد، بلکه این اقتصاد است که باید در خدمت انسان به کار گرفته شود. چندی پیش طی مصاحبهای گفتم و در اینجا تکرار آن را مناسب می‌دانم که دنیا در حال اتقام است و منافع تمام کشورها روز به روز بیشتر به یکدیگر وابسته می شود. این واقعیت را کسی نمی تواند نپذیرد. بنابراین دلیلی ندارد که در برابر آن ایستادگی کنیم. هدف قایی تمدن انسان ایجاد یک همکاری مثبت جهانی است که در پرتو آن به توان های کنونی ملت ها را از میان برد و تناقضاتی را که مایه اصلی کشمکش ها و دشمنی های آنهاست مرتفع ساخت. آنچه باید قبل از هر چیز بپذیریم بیهودگی و حتی حماقت جنگ و ستیز میان خودمان است. زیرا این راه هیچ کس را به جایی نخواهد رسانید. وقتی که انسان پوچی جنگ با هم نوعان خود را دریابد به ناچار خواهد فهمید که جز همکاری مسالمت آمیز میان تمام ملت ها راهی برای زیستن وجود ندارد. آرزو کنیم که در سال 2000 دنیای ما دنیای مشارکت و نه دنیای درگیر استکاک باشد. اگر به تنش و همزیستی معتقد باشیم باید بپذیریم که جز یک جهان نمیتواند وجود داشته باشد فوریترین و مهمترین وظیفه چنین دنیایی شتاب بخشیدن به عمران و سازندگی در سطح جهانی است چون این روشی سیاست تازه‌ای را بر پایه صلح و همکاری حاکم بر صحنه سرنوشتگیتی گیتی کند، که درست نقطه مقابل سیاست قدیمی جنگ سرد و ویرانگری است. جهان سال 2000 باید یک دنیای واحد باشد که زادگان بشر در آن در چهارچوب یک مشارکت بین المللی با اطمینان و تفاهم در کنار هم زندگی کنند. میل دارم این آرزوی قلبی خود را با آرزوی تحقق پیشبینی امید بخش بشر دوستی بزرگ به نام ویکتور هوگو تکمیل کنم که 130 سال پیش گفت روزی خواهد رسید که همه مردم جهان ما مردمی برخوردار از فروغ تمدن خواهند بود. در آن روز این رویای دلپذیر و جاودانه اندیشه بشری سرانجام تحقق خواهد یافت که همه آدمیان به صورت مردمی آزاد و آگاه، کشوری به نام دنیا و ملتی به نام بشریت داشته باشند.